اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم و نستعین انه خیر الناصر و, و معین ابتدا شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام سبت اکبر رسول خدا فرزند فاطمه زهرا و علی مرتضا علیه السلام را خدمت بینندگان عزیز تسلیت عرض میکنیم و امیدواریم که خداوند در دنیا زیارت آن حضرت و در آخرت شفاعت آن حضرت نصیب و قسمت و روزی همه ما شما بگردن امام حسن مشتبه علیه السلام اولین فرزند و سمره ازدواج حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و امام علی علیه السلام هست که از ایشان به عنوان سبت اکبر پیامبر اسلام یاد شده هنگام تولد امام حسن مشتبه علیه السلام موجی از شادی و خوشحالی اهل و بیت پیامبر فرا گرفت و پیامبر اسلام و حضرت فاطمه زهرا و امیر المؤمنین علیه علیه السلام بی نهایت خوشحال شدند سیره اخلاقی پیامبر با امام حسن علیه السلام بی نهایت یک سیره همراه با اطوفت مهربانی و دوست داشتن است مثلا در وقت نماز در مسجد پیامبر صلی الله علیه, علیه و سلم وقتی به سجده می رفت امام حسن مجتبی علیه السلام روی گردن از او حضرت سوار می شد و پیامبر اینقدر سجده را طول میداد تا اینکه امام حسن مشتبه علیه السلام از گردن مبارکشان پایین بیاد یا روایات متعددی که از پیامبر در مدح امام حسن مشتبه علیه السلام صادر فرمودند و همچنان امام حسن مشتبه علیه السلام در قرآن کریم یک حضور بسیار مهم داره یک حضور برجسته داره مثل مثلا در آیه مباهله وقتی که پیامبر با مسیحیان نجران وقتی مباهله کردن یکی از کسایی که در همراه پیامبر در مباهله حضور پیدا کرد امام حسن مشتبه علیه السلام است آیه تطهیر یکی از مصادیق آیه تطهیر امام حسن مشتبه علیه السلام هست و همچنان امام حسن مشتبه علیه السلام در بیعت رزوان حضور داشت که بازم در باره بیعت رزوان هم آیات قرآن نازل شده در فعالیت های امام حسن مشتبه علیه السلام در شورای شش نفره ای که خلیفه دوم برای تعیین خلیفه بعدی تعیین کرده بود یکی از شاهدای امام حسن مشتبه علیه السلام در کتاب‌های تاریخی آمده که تعیین کرده بود امام حسن مشتبه علیه السلام سیره عبادیش برای ما واقعا الگوست ما در احادیث بسیار زیاد و در کتاب‌های تاریخی داریم که وقتی امام حسن علیه السلام به نماز ایستاد میشد یک حالت دیگرگونی و یک حالت بسیار معنویت و نورانیت حضرت می گرفت بهترین لباس ها حضرت در هنگام نماز می پوشید و همچنان نماز اول وقت در عبادت حضرت امام حسن مشتبه علیه السلام همین بس که در نقل های تاریخی آمده که امام حسن مشتبه علیه السلام بین پونزده تا بیست و پنج بار پیاده به حج مشرف شدن با وجودی که مرکبا مهیا بوده ولی ایشان امو به عین عبادت انجام میدادن یکی از مهمترین ویژگی های امام حسن مشتبه علیه السلام کرامت است به چی معروفه؟ کریم اهل بیت علیه السلام کریم اهل بیت یعنی چی یعنی امام حسن مجتبی علیه السلام دو بار تمام اموال و دارایی خود به فقرا تقسیم کرد خیلی سخت ها مثلا ما بیایم بگوییم که فلانی تمام اموال و دارایی خود بخشید دو بار امام حسن مجتبی علیه السلام تمام اموال و دارایی خود بین فقرا تقسیم کرد و سه بار سه بار دیگر با اونا نصف کرد یعنی اموال و سرمایه خود سه بار در مجموع پنج بار امام حسن مشتبه علیه السلام کریم اهل بیت کرامت و سخاوت و بخشندگی خودشان به صورت عملی برای پیروان خود به نمایش گذاشت در سیره سیاسی امام حسن مشتبه علیه السلام وقتی که امام علی علیه السلام به شهادت رسید بیش از چل هزار نفر با امام حسن مشتبه علیه السلام بیعت کردند به عنوان جانشین امام علی علیه السلام تنها کسی که به صلاح جانشینی امام حسن مشتبه علیه السلام نپذیرفت معاویه بود و معاویه سپاهی فراهم کرد که به جنگ امام حسن مشتبه علیه السلام به. و وقتی که امام علیه السلام خیلی تلاش کرد نیرو جمع کرد و به خارج از مدینه رفتن و به صلاح اردو زدند خیلی از فرماندهایش از جمله و بیدالله ابن عباس اینا رفتن به سپاه معاویه پیوستند و تقریبا امام حسن مشتبه علیه السلام تنها ماند درایت هوشمندی و زکاوت امام حسن مجتبی علیه السلام سبب شد که شیعیان امیرالمؤمنین از یک پیچ تاریخی بسیار خطرناک جان سالم به در ببرد یعنی طوری شیارت این تهدید میکرد که دیگه هیچی از شیعه باقی نمیموند ولی امام علیه السلام با او کیاست و زیرکی که منبع علم نبوی به اصطلاح سرچشمه می گرفت با او نرمش قهرمانانه ای که از او با عنوان صلح امام حسن مشتبه علیه السلام که دقیق و درستش یک صلح معاویه با امام حسن علیه السلام جلوی از بین رفتن و نابودی کامل شیعه را گرفت با این نرمش قهرمانانه ای که از خود نشان داد خیلی عصر امام حسن مشتبه علیه السلام عصر خیلی مهمه به خاطر چی؟ به خاطری که شیعیان واقعی از شیعیان اسمی و از شیعیانی که منفعتی هست مشخص شد خیلی از شیعا میام اونایی که شیعی اسمی بودن میام وقتی پیش امام حسن مشتبه علیه السلام میرسن میگفتن السلام علیک یا مزل المؤمنین سلام بر تو ای کسی که ما را به ذلت کشاندی یعنی اونا فقط هم ظاهر قضیه میدیدن دیگه امام علیه السلام با همون حلم و بردباری و کوه صبر بود امام علیه السلام در هنگام تشیع جنازه ایران بگو کنم در هنگام تشیع جنازه امام علیه السلام مروان ابن حکم زیر تابوت امام حسن علیه السلام رو گرفته بود بعد گفتن تو چرا گرفتی تو که همش به امام حسن علیه السلام توهین میکردی مروان گفت من به کسی توهین میکردم که کوه صبر بود حلم و صبر و بردباری امام حسن مشتبه علیه السلام واقعا کم نظیره یعنی یک الگوی تمام عیار برای ما شیعیان هست وقتی که در مقابل ای ناملایمات شیعیان اسمی و شیعیان منفعتی امام علیه السلام صبر و بردباری از خود نشان میداد کار به حد رسید که در هنگام نماز پای امام مجروح کردن با خنجر به امام علیه السلام حمله کردند امام حسن مشتبه علیه السلام خیلی مظلومه یکی از امامان مظلوم ماست تولدش در مثلا پونزه رمضان هست که همه روزه هستن نمیتونن جشن بگیرن زندگیشم هم که حتی داخل خانه خودش به صلاح امنیت و آرامش نداشت بعد از صلح که معاویه با امام حسن علیه السلام داشت در اواخر وقت معاویه میخواست که یزید جانشین خودش تعیین کنه به همین دلیل در صدت برآمد که امو حریفای یزید حذف کنه یعنی اونا رو چیکار کنه بکشه به اصطلاح از بین ببره که یزید یک کتازی میدان باشه و بتونه به بعد از خودش جانشین تعیین کنه در حالی که یکی از مفاد سلحنامه سلحنامه معاویه با امام حسن مشتبه ای بود که معاویه حق نداره بعد از خودش جانشین تعیید کنه جانشین باید امام حسن مشتبه علیه السلام به همین دلیل در بعضی از منابع تاریخی آمده که معاویه به همسر امام حسن مشتبه علیه السلام چل هزار به صلاح درهم و دینار داد و او هم امام حسن مجتبی علیه السلام به شهادت رساند با زهر مسموم کرد جریان شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام و جریان دفن مظلومانه امام حسن مجتبی علیه السلام ده که قرار بود در کنار پیامبر اسلام دفن شود و در آغوش پیامبر اسلام باشه که ممانعت کردن مروان ابن حکم و اعوان و انصارش و مانع شدن کار به جایی رسید که تابوت امام حسن مشتبه علیه السلام تیرباران کردن و به مظلومیت امام حسن مشتبه علیه السلام مظلومیت مضاعف را برای حضرت رقم زدن که هم در زمان حیات امام حسن مشتبه علیه السلام مظلوم بود و حتی بعد از شهادتشم مظلوم بود انشالله خداوند همه ما شما را از پیروان، رهروان و شیعیان واقعی امام حسن مشتبه علیه السلام قرار بده و ما را در روز قیامت شرمنده ای آن حضرت نگردنه و خداوند ای توفیق به ما بده که ما بتونیم راه امام حسن مشتبه علیه السلام روش و سیره و سنت او را در زندگی و سبک زندگی خودمان پیاده کنیم و آخر دعوانان الحمدلله رب العالمین